اول اینکه سلام به همگی، خوش اومدید. این میاه این زیر تست کنیم ویدیو رو، چیز خاصی نداره تستش، فقط یه سوال، میاه چرا اون زیره؟ یعنی چی؟ سلام. دیشب نصف شب مثلا. حالا همین لباس رو اگه ما بپوشیم میشیم شاید مامان بزرگا. الان میاد تنش کرده، خیلی استایلیش شده، من نفهمم اصلا. یعنی این حرفا رو دخترها متوجه میشن، من از زبان دخترها گفتم. الان این لباسو ما بپوشیم میشیم عین یه ننه بزرگ. مامان بزرگ هم تازه خیلی مثلا مامان بزرگ خیلی مثلا چیز شیکه، میشیم ننجون. یعنی ساده بخوام بهتون بگم ننجون از تومون در میاد، مامان بزرگم نه. بعد میا پوشیدن خیلی استایلیش، من اصلا نمیفهمم چه جوری ممکنه. تاثیر نور کاناداست، دوربین با کیفیته، نمیدونم میشه. آره میشم، میشی بی بی. ننجورم تازه خوبه بی بی. بچه من یه چیزی بهتون بگم، من از اول فکر میکردم که این سمت چپ یک آکوستیکه که به خونهشون اضافه شده در یک قاب، بعد نگو که اصلا تلویزیونه و داره یه تصویری نشون میده که نمیدونم اصلا یه عالمه مثلا آدامسه. مگه نیست؟ واقعا نیست، همون تلویزیون است. یه سری لباسا و چیزایی که فکر کردم تو پاییز خوشگل میشه آنلاین گرفتم. من از خرید حضوری متنفرم، از اینکه پاشم برم مغازه بگردم که چیزی پیدا کنم. خب برای شما اینجوریه، ما اگه نمیدونم این مایی که میگم بچه مایی که من دارم میگم مای شماست، مای همست. الان تو مای ما تا تنمون نکنیم نمیدونیم سایزمونه یا نه. یعنی من یه جا میپوشم یک دو ایک میگم یکی، یه جا میپوشم دو ایکسه، یه جا میپوشم پنج ایکسه، این یکی سه ایکسه، این 48 اون 52ه. اصلا بعد پس نمیگیرن که بی ناموسا. یعنی فقط میدن، یعنی رو آنلاین بخری میده دیگه پس نمیگیره. بعد تو از اون آنلاینی که میخری نمیدونی الان اینی که تو خریدی میخوای پس بدی چند نفر قبل از اون رو پس دادن. تو الان لباس گوه بده یه چند نفر رو پوشیدی، میدونی چی میگی؟ اصلا خیلی عجیبه، یعنی چیز بدیه واقعا. ولی شما خب لاغر و فیتی دیگه، هرچی بخری اندازت دیگه، آنلاین میخری راحت، ولی ما نمیتونیم. مغازه اول خیلی انرژی دارم، خیلی خوشحالم، ولی به محض اینکه یه چند تا لباس پرو میکنم بعد دیگه شروع میکنم مغازه دوم و سوم اینا رو دیدن دیوانه میشم. بعد من یه نکته‌ای دارم، مثلا من لباس میخوام بخرم، حالتی دارم تو انتخاب لباس، خب بهش میگن این حالت. من باید به لباس دست بزنم یه اینجوری کنم بفهمم میشینه یا نه. یعنی یه سری جنس ها هست، مثلا الان این سویشرت اینجوری، من یه اینجوری کردم خریدم، یه اینجوری. تو آنلاین نمیتونی اینجوری کنی، این اینجوریه رو نداری، این بدون اینجوری نمیشه اصلا، این درست نیست. سر همین ما آنلاین رو قبول نداریم. خب اول از همه اینو گرفتم چون برام این که اصلا سایز میاست، این جن نیست، یه سایز دو سایز کوچیکتر از تو میادرری شاید اندازش بشه. من خیلی برای لایه بیس، برای اینکه زیر هر چیزی بپوشمش خوبه. آن زیر پیرنه واقعا. دوست دارم هم رنگش یه رنگ آف وایت سایز. از تو اون این در اومد؟ با همه چی میتونم واقعا از تو این اون در نمید. خیلی ریز خوشگل روش دارم. اون در نباید میومد، چه جمله ای؟ از تو این اون در نباید میومد، پس باید هر بار بریم و میمونن. واقعا جی من در از لحظه میتونم قافیه بزنم. رنگش یه رنگ آف وایت ساده است، با همه چی میتونم بپوشم. من نه، از اون در این نمیتونست در، نه از این اون در نمیومد، پس یه سلام برسون به کیومرس. می اومد کیومرس میشه؟ همه چیم جین میپوشم، ولی یه جین مشکی خوب راحت دنیم فروم. معنی این چیه؟ مارکشه؟ خوبه قیمتش، 110 دلاره. اگه مارکه اگه معنی دیگه ای نداره، اگه برنده 110 دلاره. خوبه، نه قیمتش مثلا چیز عجیب نجومی نیست، خوشگل نداره. دینیم میشه جین، پس برن نیست. اسکامونو گرفتید؟ منم میگم حاجی فاز ترکی مرکی داره. دینیم فروم شلوار جین میشه. آره فروم مثلا ترکی میشه شلوار، دینیم فروم، دینیم جین. چون الان برنده واقعا کی میدونه، مثلا خب اسم برندشون شلوار جینه، مثلا بر مثل دینیم فروم. پایزی زمستونی گرفتم، یه دونه شبیه اینو داشتم ولی اون رو دیگه انقدر پوشیدم. خب ما نفهمیدیم آخر این کسکش رو دسته کت رو در این چیز آستین کت رو باید کند یا نباید کند؟ الان این کسکش رو ما باید بکنیم یا نباید بکنیم؟
یه دوره میگفتن آقا خیلی زایی است مثلا شما اینو نکنی مثلا دیوانه ای، بعد ملت کندن، بعد اومد تو فضای مجازی که آقا اینو نباید بکنی بابا الان برد پیتو نمیدونم فلانی و بیزاری هم نمیکنن، بعد این یه مدت ملت نکندن، بعد ما نگاه میکردیم خدای مثلا این همه تو اسکار و فلان و بیزار تو هزار تا مراسم هیچ اینو نمیکنن، همه اینو میکنن، بعد دوباره چهار تا عکس اومد نه اینو باید کند، ما نمیدونیم واقعا. آقا من به نظرم هر چی هر جی راحته باشه بکن بره، چرا همچی کس شری بر رو آستینه بود؟ بعدش هم اگه یه درصد بگن نباید بکنی، کت اکبر دوز خیابون صفایی تو نظام آبادو نمیگن که روش نوشته مثلا اکبر دوخت، یه برندی چیزیه اونو مثلا یا آقا نکن، مثلا لوی ویتونی چیزیه اونو نباید بکنی، حالا یه شوافی داره مثلا زده خیاطی محمد اونو دیگه بکنی دیگه، اونو من هر جوری حساب کتر خریدی با شلوارش 110 تومن اونو واقعا باید کند، حالا من نمیدونم شاید برند باشه نباید بکنی ولی اونو باید کند، من اینو مطمئنم مثلا نوشته نیکوتن پوش بکن، اونو اصلا نباشه واقعا شرفش بیشتره واقعا، جمسه یارو میاد عروسی بعد اینجوری هم میکنه، حالا مثلا چی نوشته روش؟ مثلا خیاطی سامان، به انگلیسی فینگلیش خیاطی سامان، بیکن این چیه این آخه؟ شده که نمیرم چه وقتی من گفتم مامان بزرگی میپوشه ولی بهش مامان بزرگی نمیاد، یعنی ولی به نظر مامان بزرگی نمیرسه، این داستان خراب شد دیگه، الان هر چی میپوشه مامان بزرگی نس لباسه رو بر ریفاند کنه. چرا امروز اینجوریه؟ چون من دارم ویدیو تو میبینم. چرا امروز اینجوریه؟ برای سوال پیش اومد اصلا، یعنی آنلاین برای سوال چرا امروز اینجوری، یعنی هیچ وقت اینجوری نبوده، امروز چرا اینجوریه؟ ولی من با وجود اینکه مدیومم سمالش رو گرفتم و باز انقدر دیگه الان نمیتونم بفهمم که این گوشات بود به هم بچه ها آباد کامان The Moses The Real Moses. من بالاخره به آرزوی خود رسیدم و به یک سوسیس متحرک تبدیل شدم. سوسو ببین، خردلو ببین، روم من هالوین پا تو هیچ جا نمیام اگه این شکلی باشه. سوسو میخورم کوروش، هالوینه امسال قراره که با هم دیگه یه لباس کاپلی باحال انتخاب. کوروش چرا شیک یه بوی میده، بوی سوسیس میده، بکنه یکی پوشیده ورزش کرده توش سوسیس خورده، یه دوست دارم. این چه سمیه جا اصلا بکنم اینه 30-40 دلاره اینجوری قرار نیست، خیلی باحال تو ایران نیست، اولا مالتینا مثلا بخریم مثلا 30 دلارش رو بعد مالتینا بخریم 1800 سیغل هم سیغل سوسیسی و سیغل. خیلی وقتا وقتی با یه مشکلی رو برو میشن هستاش هم میکنه تو این سوسیس بودن رو حفظ میکنه. من به خودم گفت که یه سوسیس وحشتناکی از پشت یه سوسیس تو اینجا چیکار میکرد و این نک دیگه خودم سوسیس خودم شدم. چرا کچاپ نداری؟ من هات داگو با همش عیب سوسیسم هستم، رو سوسیسم داری عیب میذاری میاد. من میاد به کارهای سوسیسی برسم. خب کوروش به کارهای سوسیسی بیاریش کنی دوست نره. ها اینجا میایی نشون میده که تو یه مشمایه چی نوشته؟ Don't lose me, refuse me. آه چیزه ریسایکل چی بهش میگن؟ ریسایکل دوست نره. ها اینجا میایی مثلا من 20 سال آمریکا زندگی میکنم فارتی جدارم رفته چی بود؟ آه بازیافتیه قابل بازیافت ریسایکلیبل. آره ریسایکلیبل کوچیرم تو زبان انگلیسی هستن. نشون میده که تو یه ایده جدید به ذهن دیگه زیاد باحال نیست. برای اولین گیریم هالووینت آمد. چرا ویو 2000 اینقدر کمه؟ چون من کسکش ویو فیک میزنم، من جاکش ویو فیک میزنم، من کسخولم مثلا 5K میزنم 2K میزنم بعد 5 سال استریم، چتم آروم داره فعالیت میکنه، کسکش چرا چت دو آروم هره چت بذار چند تا ویو فیک ها نشون بدم از باتایی که خریدم
ببین یوزر این چت رو وا میکنی بعد اینجوری میکنی، مثل این ایران پرودی و میلا تیریدیم. میلا تیریدیم میگه حاجی، تو ویدیو ایران پرودی میگه، اصلا درسته، میگه حاجی خیلی این گیتی کش مشکوشه. بعد گفتم خدای چیو داره میگه؟ گفت مثلا دقت کن اول همشون یکه. بابا خب به ترتیب داره میزنه دیگه، 0 1 2 3 4 واسه ویوهت میگه ازموک. میگفت اول این آیدیا خیلی شبیهه مثلا 2-0. بعد اینجوری هم میخوندن 3-0 کروو 4-0 معنی چیه؟ 0-1 دراکس 10 حتما باته. خب یارو کسخل آیدش اینجوری نوشته دیگه، چی باته؟ 13-0-944 معنی پشتش نیست. خب کسخله، دوست داره آیدش رو مثل کسخلا بنویسه. رامین 13-1-2-1 که الان استریمر شده آیدش مثل کسخلا بود دیگه، رامین 13-1-2-1. مثلا بگردیم باز بات پیدا کنیم، مثلا بات سرچ کنیم بات نمیاد. اوه دوتا ویوی بات دارم. بابا یارو تو توییچ 17 فاکین کا ویو فیک زد، 150 تا فالوور داشت، یوزر این چتش همون 3 نفر بود، اصلا نمیاد تو یوزر این چت. این داستان آیدیاشون عجیبه. آیدی شده دیگه، آیدی کیری زده براش خواسته. مثلا الان مثلا اینا، این خودش نمیشه بات هست من اس ام گیم آی آر مثلا اینا هاش اصلا چت کرد 4-0 کروو 4-0. یه دونه اینا پیدا کنم، اوی را 382. بعد میگه چت چقدر آروم حرکت میکنه، چتت خیلی اسلو موشنه. این اسلو مود آف کن بچه ها راحت باشن، بذار از همجی چت کنن، پاره کنید خودتون والا بابا، چتمون سریع حرکت کن. بعد همچین هم میگه عجیبه با 2K ویو، ما فیلی 6-7K داریم، با 2K ویو خیلی چت آروم داره حرکت میکنه، انگار رکورد ویومونو زدیم. کسخول هم یه عمره دارم 2K ویو میگیرم. یه وایس من وایس بدم چطوری اکبر؟ بابا این باتا رو درست کن دیگه، گاییدن چتم. آره چیز کن، بگو از اون متنای انتخابی تایپ کنن، دراما درست کنن، مثلا همشون با هم همزمان بگن مثلا چقدر آروین شو آدم بدیه. آره مرسی. خب آرایشت میخوای فقط خیلی خفیف آدم لمپرتی دیگه. من لاکسیا چیز دوست دارم، فیبه برام آدم لمپرت. من میخوام اسمو بعد از زرد دیگه، همیشه رنگ پوست موز on the top. اوکی باشه چشام اسمو، بعد چشام گربه این چقدر میشه داداش؟ این باتا رو دیفالت میکنی محمد؟ به مصطفی بگو این باتا رو. آره چیز کنن عادی شد کنن. آره مرسی دوست دارم. درستش کن دیگه، کنی گربه ای جای درست نمیدی، بیا اینجا. عادی شد. بعضیاشون هم چیزن، بعضیاشون دستور دارن مثلا میزنن is off off ما عادی دارن. سلام مصطفی خوبی داداش؟ محمد تو کنم بده اشتباه گفت مصطفی جان، نگه کلمه عادی رو تایپ نکنن مثل یه ویوره که معمولا نرمال میش میگم، یعنی مثل همه ویوره تایپ کنن. آره خیلی زد دارم قبول الان دیگه درست میشه. خب نه پانکی کن منو. آدم لمپرت چه جوریه؟ لمپرت چرا؟ آدم لمپرت چه شکلیه چشاش؟ چشاش قشنگه. اون که میگو چتت شبیه 2000 تا، الان راضی شدی؟ آره چت کایده شد. وای چقدر نخ میزنی؟ چشات قرمز شده جدی؟ خوبی؟ از بس داری چیز فرو میکنی چشم. چی گفت سانسور شد؟ از بس داری چیز فرو میکنی چشم. کجای چش نفهمم؟ احساسی داری از اینکه هر سری من اینجا یک عالمه من موش از ماشگاهی تو هم اینجا نمیخوام. من نمیخوام هیچکی از تو خدمات زیبایی نمیخواد، تو بدترین خدمات زیبایی رو میدی. یه بار دوست دارم لاکه مشکی بدم، ناخونم زشته آجی، چه ناخونم رو چیکار کنم خوشگل شه؟ ناخونم رو دوست دارم قشنگ کنم، بعد برم مانیکور پدیکور کنم. میدونی مثلا بعد یه سری چیزا دارن اینا که انجام میدن تیزه اینجوری، مثلا فکر کنم مثلا با این سکه او این پوستا رو اول میدن عقب، این کارا میکنن، بعد اضافه هاشو با یه قیچی مخصوص قیچی میکنن. خب میرسن بهش دیگه،
کجا واسه مردا این کارو میکنن؟ مانیکور پدیکور واسه پا. آره ما هم واسه پا هم میخوام دیگه، همشون میخوام مانیکور پدیکور جفتش. میتونی اینا رو خودت بکنی. خودم آخه بعد چیکار کنم؟ آخه یعنی بدم عقب بعد هم قیچی رو بکنم بعد سر ناخونم خودم سوهان بزنم و این داستانا زیبا میشه. قزوین که مرسی از توضیحاتتون. یه تونه تو نظام آباد میشناسن. نه همون به مونس میگم برام انجام بده. خیلی ممنون از همتون. فعلا بچه تا درودی دیگه خدا نگهدار. یه کاری ندارید فعلا بچه خدا رسید. نظام آباد مانیکور پدیکور خودت لایک بزن. من ولی همیشه دوست داشتم یه بار از این سالونا برم که ناخن آدمو پدیکور میکنن مانیکور میکنن. برم اونجا و ناخونا و دستم و چشام بعد پاهامو بکنم تو آب. این ماهیا میان اینجوری اینجوری پوست اضافه پاتو میخورن. اینجوری 10 نفری پوستای پاهامو بخورن. خیلی باحاله اونا. یه ذره استایلشون بی‌ناموسی است ولی خیلی باحاله. سوزه. داری بعد انگشتام لاک می‌زنی ولی جدی. آقا من از بالا دست میگم می‌خوام بزنم. به دستا میاد. به دستا میاد. دستای بلوری سفیدن. یه ذره چیزام بشه. آره سکسی شد. باور نمی‌شه با یه لاک انقدر داف میشم یو. خیلی خوبه. واقعا به دستش داره میاد. اما دست منم خیلی بیاد. بچه‌ها خب آرایش اسموکی اصلا به من نمیاد. خیلی ترسناک میشم اسموکی. اشکال نداره بکن. بچه‌ها امیدوارم که شما همزمان با ما خودتون رو پانکی کرده باشین. امیدوارم مثل من نکرد. پانکی کنین بریم پیش خانواده‌تون. خشمای خانواده‌تون بریزه. شکلی باشه. آقا بی دی اس ام که همه چی بی دی اس ام که نیست. جوری نشدی. الکس فرتو به دستاش خیلی میاد. الکس دستش سکسیه. دیگه انگار کتک خوردم. بعد چرا یه چشم یه ذره کوچیک‌تر از اون یکی شده؟ یه حالت این شکلی که هست کوچیک‌تر یکیش از اون یکی. اوه 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 نه خوبه خوبه. داشی های گلم؟ نه همه داشی های گلم. میا خوب شد؟ نه خراب نکن تریپمونو. داشی های گلم من خب مهنگه بسلله بسلله از اونجوری بیام تو بسلله بس میشه اون صدا رو بذاری؟ این کدومه؟ یا برفت چی میخواد پلیشه؟ آقا ما نوکرتن من نمیفهمم چرا تو با آرایش اسموکی تیره خیلی خوبه. خیلی راضی هم اصلا انقدر قشنگ شدی و من انقدر وحشتناک شدم دیگه. وقتی که میا خیلی خوب شد. خیلی خوب شد یعنی اصلا همش خوبه. یعنی از اون توری پاش تا این که رو دستشه و این گل گلیه و اصلا کلا خوب شد. کوروش هم کوروش دستاش خیلی سکسی با تتوه من یاد چیز میندازه. یارو جف هاردی بود کی بود؟ واه خیلی آبزی گلم داشه و آبزی گلم. بچه ها کاش انقدر موهای پرپشت قشنگ داشتم بچه ها. خیلی ایشال ولی خدایی ادم لمپرت زریزی شدم. لمپرت هیچ ربطی به ادم لمپرت نداری. What do you want from me? There might have been a time when I would let myself change. Oh, once upon a time. It just sounded. I don't know. شبیه جاری دب شدن. آجی کوروش این ساقی های فیلم آمریکایی ها شده. این ساقی تخمی ها که مثلا جنس ارزون میارن. میاد یا واتساپ یه اشاره ریزی میکنه. همش هم اینجوریه. هی این نشگی خاصی داره. میدونی چی میگم؟ یکم کما خدایی بذار چشام سگ جاریده بود داره الان. نه یاد شبیه استی... بعد گنده گوزی میکنه مثلا میره جلو اصلاته ای مادفک. بعد مثلا میگیرن جرش میدن بعد به گور چه دارن راستشو بخوای برام. آره همش هم یه چوب دهنشونه مثلا یه خلال دندون مثلا اینجوری مادفک اینجوری داره. بعد نه جسی پینکمن یه ذره این بالاتر لولش از اونم پایین تر حساب میشه. من جا دیگه فهمیدارم میخوام جدی تر باشم. من همونجور که لباس ولی میا اصلا یعنی
حالا کوروش یه ذره کلاش تخمی هم نظرم، ولی جفتشون خوبن، ولی میا خیلی بهتر شده. سیاه قلبم سیاهه مثل واسه پیک. اسمش کنم با اسم هم عوض شد، اسم پانکیه چی؟ آره اسم پانکیه مخواه عوض شد. اسم من هست میا شادو. فکر کنم با همین تریپمون رفتیم میا شادو. فرمود شادو. خب من مثلا یکی از دوستامون رو دیدیم اصلا اینجوری. آره آره مثلا رچو مثلا داریم میبینیمش، مثلا گفت سلام. به اینا چی شده تو بگم، جدی میگم اینا خب خیلی خیلی نمیدونن، شاید این 2000 تا ویو یه قشری میدونن. اکیپای پاساژ کوروش دختر پسره که مثلا همدیگه رو میبینن، اینه این سکانس رو کن بعد تیپا و این دمه فوت کورت بود همو دیدن یا با هم مواجه شدن، اکس این با اکس اون مثلا مواجه شد، مثلا گفت سلام بکن هفتم بیرون یه سیگار بکش. اوپالم یه نمه اینجوری داره میشه، ولی فعلا پاساژ کوروشه. مرسی از 10 تومن دونیت براد، عشق منه، میخوام اینطور بعد از ویدیو موهام خداست. دقیقه اینه ببین بابا نکشیم میا شدو و کوریدار. بچه ها کوریدار زنگوله رو حتما بزنین، همه چی سیاهی مطلق قلبتون سیاه باشه همیشه. میا شدوه مرسی از اینکه داشتی های کلا کمک. اوکی خب بریم ویدیو بعدی. ویدیو رفتم سالن سینما فورتنایت و فیفا بازی کردم از آریا چوکسر. حالا رسیدیم به جنگ این ویدیو باحال نیست. یه جنگی داریم این ویدیو خداست حتما ببین، یه جنگ مخالف داریم این ویدیو باحال نیست نبین. یا مثلا گنگ دیدیم گنگ، چیتر گنگ، چیتر گنگ، اونایی که نمیان استریم های کالاف وارزون من این گنگ رو ندیدن، گنگ چیتر گنگ میان تو استریم چیت بود، یارو چیت زد، جلوی چیتر بود، قطعا چیته، همش چیت بود. سایدید بابا نهی چیه؟ نهی بخواهم نوشابه کدومتون؟ نیست از درتون باید کلام بدید چرا کانگوره ها زود ازدواج میکنن؟ چون دستاشون کوتاه نمیتونن جغ بزنن. آه ده تا امیپا کرده نوشته این گوشی رو دیدم موزگنگ تا حالا نگاهیدم کسی رو مثل سوگنگ. آقا برای چی دارید دهن من دراما دارید من نیفهمم. همین استریم دیشب من کلن در 3-4 ساعت استریم بارزم 10 تومن دونه شدم، امشب ماشالله دارید پاره میکنید. بعد بعضی دوستانمون تازه استریم رو شروع کردن میان پیش من پیوی من قور میزنن که آقا من دونه نمیشم، هدفم پر نمیشه فلان. من خودم دیشب 4 ساعت استریم کردم 10 تومن دونه شدم. همینه استریم از زاویه وای ای پس دونیت نمیشم فلان نباید نکنی بش، واقعا دل بخوایی ممکنه نشی، برای منم پیش میاد داره خیلی ها چیز عجیبی نیست. خب اوکی میگید این ویدیو رو نبینیم، واقعا اگه اینقدر آدم میگن نبین من احترام میذارم. خب بریم واسه ویدیو میا. چت آماده اید؟ Are you ready؟ برو بریم Let's go. خب چیه داستان؟ او فاز هالووین و کدو درخت خوشگله سنجاب ببین سنجاب ببین وای بچه ها من آماده میام. خب شلی کن بهش بکشش کروش مطمئنی میتونی؟ کجایی؟ خلاصه انقدر ای بابا با این آمادگیش من چرا گفتم باید بکشیش. میدونی خب به هر حال همچین نگاه هم خیلی خوشونت آمیزم نیست، برای اینکه میدونی به حال حیات وحش دیگه یه مقدار تربیت مجیدیه روم تاثیر گذاشته، شاید میتونست نکشش، یعنی مثلا بهشون غذا بدی بادون بدی بخورن بعد آره میدونی آره فود سیرکله این چرخه این دایره غذایی جهانی که میدونی ما اگه اینو بکشیمش تعادل جمعیت سمورها و راسوها رو به بخشی از جهان هستی میره که ما میتونیم کمک کنیم اینا با مرگشون تبدیل بشن به نفت و با نفت خانوادهش میگن خب این مرد، ما بیایم چند تا بچه جدید تولید کنیم بعد تعدادشون بیشتر میشه و در نهایت به جایی میرسیم که سنجاب ها بر علیه این چرخه کثافت
علی زودیاک. هشو علی زودیاک تو ویدیو کوروشینا هستی چوسو. میری چی رو مخه؟ هوا یه ذره دیگه سرد شه دیگه، این کار اصلا لذت بخش نیست. آره این هوای پاییز چی شد؟ ماس مالنگو میبینی؟ خالصه که الان تا هوا خیلی وای حاجی، من با مونس بچه ها قرار خوب با هم یه دیت، قسم یکی از دیت های مثلا خوبمون واسه بودم یه دیت خوب با هم بریم حال کنیم دیگه. رفتیم یه رستوران خوب در طبیعت بالای کوه یه جای خفن. آقا ما نشستیم مثلا یه مگس اومد دیدم آجی این اصلا ترسید. گفتم خب اوکیه، حالا مثلا مگس مگس میترسه، فوبیای مگس، یه فوبیا که این حرفا رو نداره. بعد مگس تموم شد، غذامون رسید، یه زنبور اومد رو کوبیدش نشست، مثلا کلا محیطی که ترک کرد، یه بار برگشت خونهشون دوباره با تو رو خدا بیا و چه کاری و این حرفا اومد رفت به این شکل زیر شالش قایم شد و رو ظرفش یه زنبور بود، رو کوبیده داشت دو دستی کوبیده میخورد. من داشتم به کوبیده نگاه میکردم، شد دو تا زنبور، سه تا زنبور، چهار تا زنبور، پنج تا، شش تا، هفت، هشت، نو، ده، یازده تا زنبور اومد. بچه جدی میگم 11 تا زنبور رو کل کوبیده داشتن دو دستی کوبیده میخوردن. بعد اون اینجوری بود، گفتم ازت خواهش میکنم به هیچ عنوان به سمت راستت نگاه نکن، همون زیر بمون، همونجوری پاشو دور شو از میز. بعد دور شد، گفتم بعد به اون گارسونه گفتم که خیلی زنبور اینجاست، گفت اصلا مشکلی نیست، یه دونه این نمیدونم دودزایی بود که مخصوص زنبورو بود، اومد مثلا با اون با اینا برخورد کنه، تقریبا کل کلونیشون اومدن دیگه. حالا این حل شد، ما اصلا بیخیال شدیم تو فضای بسته نشستیم و اینا. یه دونه گربه اومد دوباره پاشد مونس، گفت من فوبیای گربه هم. بابا حالا اوکیه دیگه، گربه پیش برو، گربه رو دور کردم، گربه دور شد و دوباره مجبور میز برای سومین بار ما جامونو عوض کردیم. طرف مثلا اون میز بغل پنجرمون خالی، رفتیم اونجا، اونجا نشستیم. بعد دیدم اصلا آروم و قرار نداره، بیزاره راحت نیست و به سختی داره غذا میخوره. گفتم که چی شده؟ گفت من فوبیای ارتفاع هم دارم و از ارتفاع میترسم. سمت راستش مثلا با ارتفاع 500 متری زمین بود. این راشه، درخت راشه. بچه من مطمئنم درخت راشه. اکثر درخت ها رو میتونم با یه نگاه بهتون بگم که چیه. مثلا این درخت رو بذار ببینم. این بلوطه. میبینم که بالاخره حالا من که با کوروش شوخی ندارم، ولی چت بنویسید بلوط گیر تو گلوط. الکس پرتو جان مرسی واسه اینکه نوشتید. گفتم که یه شلوار جینی داشت که خیلی خوش رنگ بود، خب گفتم اینو داری؟ گفتش که همین اینه ولی 3-4 سال دیگه شه. خب یعنی چی همین اینه 3-4 سال دیگه؟ گوش بده، رفته یه شلواری خریده که 3-4 سال دیگه تازه میشه اون رنگی که میخواد. به آقای بگو اگه 2-3 سال 3-4 یعنی چی؟ یعنی چی 3-4 سال دیگه میشه همون رنگی که میخواد؟ وات؟ اینو پات کنی میشه عین همونی که رو دیواره. خب اگه نشه چی؟ اگه الکی گفته باشم مالو که الکی نگفت. آقای خیلی متشخصی بود، آقای متشخص. خب هر شلوار بیناموسی رو 4 سال بپوشی میشه یه رنگ دیگه. درست که شلوارش 2-3 برابر قیمت شلوار عادی بود، ولی من بهت قول دادم که این رنگش فعلا عوض هیچی نشده، ولی خب هنوز 2 سال نشده که. بعد میگه که باید باش پوشمش برم زیر دوش تا داشه. الان دفعه دومه که رفتم باش بیرون. نه بیرون نمیپوشتش، فقط میپوشتش میره باش همون. ببین بچه ها ببین، این فرهنگی داری تو نمیفهمی. خب یه کالچری داره شلوار لیه است. بچه ها یه لیباز میدونن من چی دارم میگم. خب اینجا هاش قراره راه راه بیفته و بهش میگن هانی کومینگ. خیست و بپوشی بیای بیرون. یعنی اولی شلواری نگیری، از اول چرا شلواری نگیری که هم فقط هانی مسیر رو میخوای تای جایزه رو میخوای. من مسیر خود مسیر رو... مسیر قشنگه، اینو قبول دارم بچا. واقعا مقصد نیست که زیباست، این مسیره که زیباست. این کلنش جذاب بچا. اول یه شلوار مثلا میدونی از خود سکس جذاب تر میک لاوه که جذابه.
یعنی میک لاف از سیکس قشنگتره. چرا؟ چون این مسیره که زیباست، این جاده چالوس میمونه. یه تو این همه جاده چالوس رو میری بقید که مثلا الان جاده چالوس سیکسیه، جاده 2000 قشنگه، میدونی چی؟ جاده 3000. چرا همش جاده ها زیبان؟ میدونی؟ چون مسیره که قشنگه، این یک میک لاف میمونه. خب بعد آره، بعد از میک لاف خود سیکس، از پایان سیکس میدونی تو همیشه دوست داری تو اون مسیر بمونی. و چرا الان مثلا میان از تأخیری اینجور چیزا استفاده میکنن؟ چون این مسیر رو میخوان هی طولانی ترش کنن، چون مسیره که قشنگه. ولی چرا هی میری و میای؟ چون این مسیره که زیباست، تو هی این مسیر رو میری و میای، هی تو رفت آمدی. به همین علته که میگن مسیره که زیباست. پس تو زندگی شما نگی تش چی میشه، بگو الان من کجام، الان چی میشه، مسیرم چقدر قشنگه، مسیرم چقدر زیباست. برو جلو، برو مستقیم، این وقتا داری میبینیش. علی زودیاک که باشی واقعا، علی زودیاک تو ویدیوهای میانشونت دادن ها؟ خواهرم چه جدی دارم میگم، به خدا نشونت دادن، بیا نها کن بابا، جدی دارم میگم، بیا ببین هشمات بریزه. چجوری تا الان به دایرکت نهدن نگفتم بچه ها؟ به خوره جدی میگم، دیدنت باقا نمیخونه بچه ها. چت براش عکس بگیرید بفرستی دایرکت علی زودیاک. چقدرم طولانی تو ویدیوشونی، دو سه بار نشونه دادم. سنجابا موجودات خنگی هم؟ نه بابا خیلی خوب بعد کوروش بود گفت خنگ، اسکل خنگ. شنون ویدیو رو نهیدید چقدر باهوشم. ولی میاه گفت باهوشی، میاه گفت باهوشی، توی یه ویدیو دیگه هم دیده که باهوشی، دقیقا این جمله شه گفت. اون یکی ویدیو نهیدی چقدر باهوشه، ولی کورش مثلا که نهیده بود اون یکی ویدیو رو. من هم بودم میترسم با این من هم یه زنه میدونم. بیا خالصه که چقدر جهنه اون صاف شده. او برد قضا پرد کرد کورش. خیلی خوش اومدی بچه ها. مثلا رفت تو آسمون. بیاین دنبال من، بیاین دنبال من. خوش اومدین به اولین استودیوی حرفه‌ای ضبط یوتیوب. واه بچه ها این بود نفکرم قرار نشون ندن، نشون دادن بچه ها. بای 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 اون افته هیچی نیست بچه ها. ما چند ساله که دلون میخواد که بسیم یه جای بزرگ داشته باشیم، چون که پتانسیل کامل من تو اون خفقان اتاقی که بارادشیم نمیشد، میدونستیم یا خب اینجا میتونم باز کنم خودم، میتونم پشیمونم پشیمونم. چیه؟ چی میشه؟ بچه همچی که میبینین اینجا همش داغونه خب؟ همه هیچ چیز نمیده، ولی کم کم قرار درست شه. میخواستیم تو پروسش باشیم با اون بچه ها دیگه، میخواستیم از الان که هنوز درست نشه بهتون نشون بدیم که ازتون نظراتون بخوایم، چون که من هم یه هر تصمیمی که داریم میگیریم تو الان که اشیا در آمده شو ویو سیکسی درجه باشه. فرش خیلی زیبایی که اینجا میبینین تو سر اینجا بود که واو گرنز بگیریم چه خوب میشه، چه خفم شده. ای نه زشترین شد بچه ها. و این میز بچه این میز روشن، یعنی مثلا حالت مثلا چه میدونم اسکی از موزلند چیه آقا؟ چه ربطی داره؟ نه بابا چی میگی چه ربطی داره اصلا؟ نه فکر کنم میخواد مثلا حالت مثلا پادکست درست کنم بعدن، یعنی پادکسته مثلا با کیفیت مثلا مثل شاید ویدیوهای خلصه و خانومش ها، مثلا این شکلی فکر کنم. گفتم خودم تیرش میکنم یا برات یه ویو خوبی هم داره نداره با این روغن ها زدم الان شده نوش مثل اصل شده بچه ها. اصل دوست داریم، میز اصلیه کلا. من و کوروش از وقتی که شروع کردیم ما هم دیگه ویدیو گذاشتن، همیشه دوتایی توی یه اتاق کوچیک، یعنی کوچیک برای دو نفر کوچیک بودیم. من و کوچیک دیگه... صندلی نمیذاشت من داشته باشم، این صندلی این شکلی بود من... از اینا بود بچه ها. برم چون خیلی اتاقش کوچیک بوده مثلا الان دیگه بزرگی، برای من خونه‌شون عوض کردن. اینجا کجاست؟ بیام بیرون کوروش کامل بعد با صندلیش میومد بیرون سرایش بود، بعد من در میومدم میرفتم وسط اتاق میام کوروش برمیگشت سر جاش توی میز. اینجا یه ذره اینجاست، اینجاست که میتونم پاهام باز کنم، پاهام باز کنم. نگاه کن حداقل اینجا 4 قدم هست. آه دیدین کمره بچه اینجا من نفهمیدم. ببین یه پذیرایی داشتن، یه اتاق کوچیک، الان با یه آشپزخونه. الان اینجا کجاست؟ این که اونجا نیست، یه جا دیگه. چندین تا اتاق داره راستی؟ مثلا یکی از اتاقاش خیلی به هم ریخته
سیکرته هیچ که هنوز نمیتونه ببینه پس این قفسه رو اصلا درست نچیدم جدا از خونشونه محل کار خونشون کلا جدا میشه چیزی که آوردم سری فقط ویدیو باز بودن وسایلم از ایران قرار برام بفرستن فقط لازمه ایمان آفیسشونه واقعا بچه‌ها خبر بعدی ده ایمان فیش ایمان هستی بله ایمان اینجاست کیه ایمانه که خیلی برام ریخته بچه‌ها ما وقتی خواستیم اینجا رو بندازیم با ایمان کلی صحبت کردیم گفتیم که چقدر باحال میشه اگر بتونیم همه هم با هم اینجا درست کنیم که واسهتون کانتنت درست کنیم با... نه واقعا مثل موزلنده از لحاظ نه که خود موزلنده مثل جای دیگه است منظور اینه که الان درک بهتری دارم یعنی میخوان سه تا کانتنت کریتور بشن اونجا یعنی سه تا میشن توی فاز اوکی خیلی خفنه پشمام اوکی فکر کنم مثلا جاشونو بزرگتر چقدر سیکسی بشه ایول خیلی ساپورت میکنم من اینجور حرکت خیلی باحاله مرسی دونیتاتو میخونم با هم یه سر پشیمون برم بچه این بر خیلی باحاله ایول ایول قرار ویدیوهای همیشگی که از همون تا هم دیدین ساخته بشه فقط با یه بچه همیختر عمقو نشون میده خب این بر برای اینجا گروهی تر کارهای باحال تر فان تر اصلا ساشا ایوه اصلا این لبخند میا رو دوست دارم خیلی میدونی می چیه لبخند امیده قشنگتر بخوام توضیح بدم لبخند مثلا ایوه داریم شروع میکنیم مثلا یه مسیر جدید و باحال خیلی جذاب میشه خیلی باحال میشه ایوه خوش اومدین بچه ها به اولین دوره از مثلا نمیه به اولین دوره از نایس خیلی خوشحال شدم بازی‌های مسابقاتی انگیزه میگیرم این چیزا رو میبینم انگیزه میگیرم خودم مثلا یه دوره تغییری بدم یه کاری کنم یه چی میگم برای من این شکلی خیلی باحاله خیلی خوشم اومد بات کنک در خونه علی زودیاک پاشو استودیو رو عوض کنیم وقت تغییره او وقت تغییره جمله یه چیز بود یادته جمله تیزر مزلم بود وقت تغییره اینجوری گفتم تو ویدیو وقت تغییره علی وقت تغییره به نظرم بیاییم بغل و یه عالم قفسه درست کنیم پر از اکشن فیگورهای تخمی که چی آخه نه وقت تغییر نیست یه کار دیگه باید بکنیم محمد رو بندازیم بیرون تغییر مثبت چیکار میشه کرد دیگه علی داف بیاریم تو استریم دراما برای چی دراما چیه دراما آن دراما کنیم آن دراما کنیم بیا استرایک بزنیم روی یکی دیرامو با بیگزموک با اون برای چی؟ با اون برد بخشم چیکار کنیم آجی؟ اصلا برای شروع مثلا عکس خودم و مونسه بزنم بکگراند اینو بزنم اینجا بیام استریم جاست شد اره چیکار کنیم؟ یعنی چی؟ دوباره بردن دیگه. علی کار خفن کنیم. نمی‌دونم آجی اومدن چی کردن. استودیو زدم واسه ما. میا و کوروش و ایمان دستپاک. ما برای کاری کنیم چیکار کنیم؟ فریموز رو بیاریم نفر چهارم. این چیزا رو بچا موافقید با این تغییر؟ این بخوره رو عوض کنیم بزنیم اونور. از پشت یخچال بزنیم انگار آتیش گرفته استودیو. آها سر این که اکشن فیگورای بیگزموک زیاده چی بچ از جمله من چه بعدا چی کردن درامای اکشن فیگورای چیو آه بچه ها توی استنفورد زده بود که لیوان پلاستیکی لاکچری من فکر کردم که این لیوان پلاستیکی یه بار مصرف سفت است بعد خریدم برام شات فرستادن بعد من توش قمن قندونش کردم دیگه ما روزی یه شات چای می‌خوریم و مست می‌خوریم مثلا علی جان یه شات چای می‌ریزی واسم اینجوری علی مثلا با کتری کتری بیاد تصویر بچا ببینه کتری خودی مثلا نه کتری سر 50 تومن دیجی کالا یه شات چای می‌ریزه مست می‌کنیم دور هم دیگه ما می‌زنیم سلامتی میریم بالا خیلی خفنه جاتون خالی ولی علی باید یه تغییری بدیم من میگم همه میزا رو برعکس کنیم الان مثلا من اینوری می‌شینم من اونوری بشینم محمد اونور می‌شینه اونور بشینه تو اونور می‌شینی تو اینور بشینی واقعا سکسی بود نه زن شوهردار بیاریم تو استریم بگیم چی گفتم این خانم شوهر داره بعد چی میشه آن شوهرش ندونه که تو استریم
یعنی مثلا یه خانم که شوهر داره اینجا بشینه ولی شوهرش نداره اینجا نشسته. عجب کانتنت عجیبی بشه. برای اگه شوهرش بفهمه مثل این ویدیو جای امروز پخش شد میره چک میزنه تو استریم بمون. اونم جذابه. اونم جذابه راست میگه. دیگه میزنه زیر گوشمو. دیگه زن شوهردار نمیشه. چیکار کنیم ولی؟ زن شوهرداری که میدونه. میتونیم مونس رو اضافه کنیم به کانتنت زن شوهردار. سه مونس رو سن بشینه اون یه میزم واسه مونس اونجا بسن. علی پیشن روز که به درد هم میخوره. بیاریم که هست. هاتاب. هاتاب. علی این مثلا یه دونه حوض درست کنیم. آره. این آب بدیم تو چریه چریه کنم. از رو آب بدیم تو دیگه نمیشه آب داد. از دیگه نمیشه. یکی سکس از دیر آب بدیم تو. یا در رو آب بدیم. حالا از دیر آب میدیم تو. بعد مثلا من یهو از اثر اسم خسته میشم میچرم اینجوری برم تو آب. نه از زیر بابره توش. میشه واقعا چی شدنی؟ چی شدنی؟ وای واسه حوض درست میکنیم دیگه. شدنی. علی من میگم سایت بت بزنیم. موز بت. من واقعا بی پولم. تو هم بی پول منم بی پولم اونجی خیلی خوب میشه. میتونی میله بذاریم پرشنروس رقص میله بره. استریپر بیاریم. استریپر بیاریم. بعد میگیم تو استریمامو رفتیم از ایران که پلیس فتا هم پیگیریمون نکنه. ورده چه الله تو بگه ورده چه با لباس مخصوص. لباس مخصوص شو بزنیم لباس عادی با مانتو با حجم خیلی دوست دارم. تو هم اینکه دوست داری با لباس شما با لباس سرچ میکنی یه کتگوری هست با لباس بگو مثلا فکر کن علی مثلا با میله و با مانتو خیلی خفن میشه. من تهران میشم مثلا با روسری. آره واقعا خفن میشه. علی من بیشتر از این این علاقه یقمون رو تو استری مطرح نکنیم. با کی استودیو زدم؟ با ایمان دست با کن شهرام شفر. علی زیدی یک به ایمان میگه شهرام شفره. دیگه نگو دیگه علی چون الان دیگه تو اکیپ میانین است. میو میکشه زیرمون به گا میریم به خاک و خل یکسان میشه. بابا استودیو زدن نکن این ور میز و اینا. بعد ایمان اتاق خوش داره. ایمان هستی؟ بله. ایمان توی اتاق هست؟ ایمان که خیلی خیلی مختلف اینا هم این ورن بیرون اتا میز میز گنده است. همه خونه نیست؟ نه خونه خودشون نیست. خونه خودشون دیگه الان خونه‌اش خونه است فقط. اینجا میشه. اینجا هنو آمادهش داره آماده میشه. خیلی با. ولی ستاشون خیلی باحالن. ایمان چون فاز پادکست و اینا داره، فکر کنم رو ویدیوهاشون تاثیر باحالی بذاره. مثلا بیاد پادکست بذاره میان خیلی باحال میشه. میای پادکست بذاره شبیه برنامه سمت نو من و تو میشه اسم کنم. نه از این لحاظ که تاله خانم پادکست نشد کامیونیتی بود. شبیه سمت نو میشه. سلام رضا پیشرو عزیز. آ نه دیگه سیکتری تو چی آن شایی آره داشته که نه حتما ولی من رو باید یه آب بزن. خب بریم ادامه ویدو اما تو معمولی باید باشیم این پادشای کروشتوپیو نه دینا رو باد بزنیم. ایمان بیا باد بزن مرا باد کنک هایم را چه قشنگ باد میزن آقا ایمان خسته نبود ما مرده نباید باد کنک باد کنیم خطرناک هستن برای بالزامون. باد کنک پر از آب میترکه رو سرش قبوله؟ اوه قبوله. این خوبه این خوبه ایمان قبوله بریم؟ من موامو صاف کردم دیگه میتونی نبازی؟ میتونی نبازی؟ میتونی خفن بازی کنی؟ خب آماده ای برش من موامو صاف کردم و دختره چت میدونم چه ستمی یعنی آب بریم شروع بریم سل تو من بذاری یا من رحم نمی کنم به تو بریم ایمان چه؟ قبول بود دیگه راست چی؟ ایمان چه؟ یعنی کثافت کاریه دیگه. چه حرکت جذابی بود. دوست داشتم یکی هیچ بریم. اوه. میام قصد کنم. زن. چیکار دارم؟ یک. اوه مای گاد. کیمیا زد؟ آره لحظه آخری دونه زد. کیمیا زد. ببینم. این زد خب. با لگد زد آره. پشمام. یک. اوه مای گاد. کیمیا زد؟ آره لحظه آخری دونه زد. این چی؟ قیافر خیلی ستره اصلا مگه میشه ولی برد آقا من میگم من ایمان بازی کنیم چون میاد با جرزنی داره بازی میکنه احساس کنم من تو فقط قانون من بازی میکنیم
این دست خیلی تعیین کننده است، چون که بازندتون بادکنک آب سرد توی کلاس اینو میبینی؟ این بچمه، خب؟ این مثل ناموسه. حالا ناموسه چرا دست بالی داری؟ سه، دو، دوربین، آقا، دوربین جلو رو گرفت. بابارش خسارت مالی خوب میخورد. نزیجا بیرون نه بایستا نه قبوله دیگه. مگه امتیاز برای اون نمیشه؟ الان این زده اون نتونست بزنه، من نفهمیدم. بیس شیده خورد به خودم، خورد به خودت، خورد زمین، من میگم این دست رو بده. آقا یعنی چی شروع سر من شد اینجوری سیستم؟ یه دست گوش بده. خب میخوره به این دیگه، این میزنه توپ میره. یعنی چی؟ تو خیلی انرژی داری، خیلی سر داری، الان نمیدونم چرا اینقدر انرژی، تو عادی نه انرژی نداری. آب یخه. یه ثانیه وایسا، گوش بگی. خب ببین چایو خیلی همینجوری چیز بود، بی قانون و بی عده. قبول ندارین که بی قانون بود؟ اصلا متوجه چرا خراب کرد؟ محکم بودی، یک دو سه بگو. این چه از سنگین بود، توپ بولینگ بود. ضربه این شکلیه چی که مثل کمبوز هست این کمبوز. یه دور یه هفته دیگه بریم بچه ها بشه با قانون، نور درست، دوربین درست، جامون درست باشه، اینجوری نمیشه. چرا نه ترکیدی؟ با رو سرش چرا با اون خیز شد فقط؟ این چیز بدی بود، بیشتر درد داشت بچه ها. چرا با این خیز خیزش کنید؟ من نه خیز شم، امتحان خود رو دادی دیگه دادی تو خدا با خیز شه قشنگ. سرده بال بود، بال بود.